اوایل جنگ بود و ما از طرف وزارت بهداشت که اون وقت وزارت بهداری بود اعزام می شدیم به جبهه جنگ برای حالا تجهیز اتاق عملها. فاصله این که بیمارستان کارش تموم شد یعنی تجهیز شد، یک حالا حمله اتفاق افتاد، سیلی از بیمارا یک دفعه ای وارد بیمارستان، وارد اتاق عمل که ما شدیم دیدیم اصلا یک وضعی، تمام مجروح و همه ریختن. هیچ وقت یادم نمیره که وارد که شدم فقط داشتم ستا رو باز میکردم که بریزم توی اتوکلا و اینا رو استری کنم سریع بیاد بیرون، این عملا اونجا بالاخره حداقل خونریزی‌ها گرفته بشه. هر کس هر کاری میتونست میکرد و دیده که چشم باز میکرد این بعد 4-5 ماه با اونجا هستیم و اصلا احساس خستگی هم نمیکردیم. واقعا روزایی بود که هیچ وقت فراموش نمیشه. من در یک خانواده معمولی به دنیا اومدم و درسم حالا بالاخره شبانه یا روزانه خوندم ادامه دادم، دیپلمم گرفتم و با کارشناسی اتاق عمل وارد وزارت بهداشت شدم. اون موقع وزارت بهداری بود البته و خب اون موقع تجهیزات پزشکی هنوز، مهندس پزشکی هنوز دانشگاه ها تدریس نمی کردن. بعضی وقتا مثلا یک وسایلی یک دفعه از کار میافتاد، مثلا یک وسیله که هیچ وقت یادم نمیشه، اصلا جرقه این کار ابزار جرقه ما شاید از اونجا به وجود اومد. یک وسیله سر یک عمل، یک ابزاری اتومات بود سر یک عمل شکست. این ابزار هم خیلی کلیدی بود، همه عملها با این درست میشد، بیشتر عملها که میومد ترکش خوردن، لاپارات باز میکردن، شکم باز میکردن، قفسه نباز میکردن، با این وسیله انجام میشد و این وسیله حالا رو فشار زیاد که حالا یا جراح آورده بود به صورت شکست. و اون موقع دیگه جوش آرگون و جوش استیلی وجود نداشت اصلا، چه تو شهر اهواز چه جای دیگه. دیگه من اون روز فکر میکنم ساعت 9-10 صبح بشم راجبش فکر میکردم که این وسیله چیکار کنم، چجوری جمعش بکنم. و صبح ساعت 9-10 بود من وسیله رو ورداشتم و رفتم تو شهر اهواز. این جوشکا رو ببین، اون جوشکا رو ببین، بالاخره یک حرکتی کردم که یک جوش آلومینیوم به صورت قالبی دور استیل گرفتم و این وسیله رو جمع کردم و حالا با یه مقداری از کارگاه‌های مختلفی که توی اهواز بود، چون ما اونجا امکاناتی نداشتیم اصلا، امکانات نشد، بالاخره اینو جمع کردم آوردم و گذاشتمش تحت فشار، دادم بعدن قشنگ داره وسیله کار می‌کنه. این بازسازی ابزارهای جراحی و تعمیرات بعضن دستگاه‌های مختلفی که توی تحیط تجهیزات پزشکی من انجام می‌دادم باعث شد که من به صورت خیلی جدی وارد این حیطه کاری بشم و بازسازی و تولید رو شروع بکنم. وقتی من بازسازی ابزار جراحی رو شروع کردم، استارت کاری که می‌خواستم بزنم، دیدم کوهی از ابزارهای جراحی در مراکز درمانی ما که اصلا هیچ کس نمیتونست تعمیر بکنه و نه تعمیر میکردن و هم میگفت اصلا تعمیر نمیشه. دیدم کوهی از این ابزار هست. به ناچار اولین کاری که کردم رفتم توی زیر زمین خونم که یه دقیقه کارگاه 200 متری رو تجهیز کردم، وسایلی که میخواستم و اینا رو همه رو آوردم سرهم کردم و شروع کردم به بازسازی.
و خودم رو به مراکز درمانی به عنوان بازسازی ابزارهای جراحی معرفی کردم. وقتی وارد حیطه بازسازی به خصوص ابزار جراحی که شدم و دستگاه‌ها دیدم دست‌تنها اصلا نمیتونن، کارم خیلی تخصصیه و شروع کردم از بستگان کمک گرفتن. شروع کردیم به بازسازی ابزار و یک سری پاور اینسترومنت، چون از پاور اینسترومنت ابزارهای قدرتی که توی اتاق عمل استفاده میشد از اونجا شروع کردیم و وارد دستگاه الکترونیکی شد. سلام بابا. سلام بابا. خسته نباشی. مرسی قربان جان. بابا این اپتیک آقای دکتر رو من باش کار کردم. خب متاسفانه این دیدش اونجوری که باید و شاید 100% شفاف نیست. حالا میشه شما تشریف بیارین یه بررسی بکنید؟ الان میام بابا، این تمام شد الان اومدم. چشم. این همون اپتیک آقای دکتر که از سننده‌اش فرستادن همونه؟ بله بله دقیقاً. منتها این دفعه مثل یه کتر خورده. خب یه مقدار حالا آسیبش بیشتر بوده. خب حالا من روش کار کردم، فوکوسش اونجوری که باید و شاید بهتر نشده، یعنی 20% به نظر من جا داره که بهتر بشه. دخترم دیگه با سیستم کامل کار نداشته باش، این لنز فوکوس اپتیک رو باز کن، لنز فوکوسش رو جابجا کن، فاصله کانون تنظیم بکن، مطمئنا درست میشه، مشکلی نداره. چی مشکل خدا را شکر من در عمر 40 چند ساله پزشکیم که وارد عرصه پزشکی و دانشگاه شدم، با موارد متعددی به این موارد خوردم که با کوچکترین تلاش به دستیافت‌های بزرگی رسیدیم و ابتکارات و اختراعات در مسیر پزشکی است. و این مقوله با دوست بزرگواری که توی مسیر کار ما بود، آقای محمدلو، من خاطرم از چند سال پیش، حدود 20 سال پیش در یک مرکزی دانشگاهی داشتیم کار میکردیم و خب طبیعتاً دیگه چند سال اولی بود که بعد از جنگ بود، امکانات ضعیف، وسایل ضعیف، دست چندم، این میومد وارد میشد نصفه نیمه، هزار تا مشکل داشتیم، به خصوص کار تخصصی من که جمجمه فک و صورت بود و همه هم وابسته به وسیله بود، نیاز بود که ما به اصطلاح از وسایل چند بار دستکاری شده، سوخته شده، درست شده، خب آرام آرام به این نتیجه رسیدیم که افرادی که واقعا سر عمل بودن خب با همه ناله های ما می نالیدن، ولی بعضی وقتها یه کسایی پیدا می شدن می گفتن آقای دکتر این دستگاه فکر می کنی مشکلش چیه؟ مثلا ما می گفتیم این سر مته که باید به چرخه گیر میکنه گیر نمیکنه، نمیچرخه. بعد همینجا مثلا اتفاق میافتاد، خب خیلی از آدم ها بودن، یه وقتایی که ما عملای فک میکردیم میافتاد با آقای محمدلو، آقای مهندس محمدلو، خیلی لطیف میگفتن آقای دکتر من اجازه دارم روی این کار کنم؟ خب از اولش میگفتیم بابا جونی بابا مال امریکاست، مال انگلستانه، مال فرانسه است. حالا من چون همیشه دیدم مثبت و سعی میکنم میگم که چرا که نه، اون موقع دیگه خیلی پیش تو دستبال نبود، ایرانی نبود، سنتز بود، سوئیس بود، گرون بود. بعد میگفت که یه دفعه گفت آقای محمدلو آقای دکتر میشه یه خواهشی از تو بکنم؟ گفت یه پیچگوشی هم من خودم درست کردم با اینم کار کنین. گفتم ببینم حالا ساخت شما من نمیدونم خیلی چیزی از توش در اومده باشه، ولی بدونم. خدا وکیلی زدم دیدم
چقدر پیچی گیر کرده رو خوب در آورد. بعد گفتم اون سوئیسی رو بذارین کنار، من اسم محمدلو رو اون پیچگوشی گذاشتم. هر وقت پیچگوشی خراب میشد میگفتم این پیچگوشی محمدلو رو بدین، بعد دیگه جا افتاد. بعد از چندین سال کار کردن در حوزه بازسازی و تعمیرات این تجهیزات، ما دیدیم واقعا این دستگاه ها، این ابزار ها خیلی اول از این سخت وارد ایران میشه و با یک قیمت های خیلی گزافی که اصلا آدم قابل تصور نبود. شما تو کشور دیگه همین عدد ها رو میدیدی و توی ایران یه عدد های خیلی سنگین تری بزرگتری رو میدیدی. ما دیدیم خب چرا خودمون وارد این حوزه تولید نشیم و وارد حوزه تولید شدیم. از تعدادی ابزار جراحی شروع کردیم ولی زیاد روش کار نکردیم. دیدیم تو کاشتنی ها بیشتر میتونیم حرکت بکنیم با توجه به که مواد اولیه خیلی کمی این محصولات میبره و عدد های خیلی بزرگتری رو در واقع مردم ایران باید پرداخت بکنن یا مرکز درمانی باید پرداخت بکنن. این انگیزه ایجاد شد که بریم تو کار کاشتنی های تیتانیوم داخل بدن، که ما از میکرو شروع کردیم، یعنی از فک و صورت شروع کردیم به تولید کاشتنی های فک و صورت در داخل بدن. کاشتنی های داخل فک، خب شما میبینید تو بیشتر تصادفات حالا یا بیشتر حالا نارسایی های مادرزادی صورت یه خود دفرمه است، صورت اصلا استخونا سر جای خودشون نیستن و اینا باید با یک قطعاتی که با همدیگه فیکس میشدن و بعد از یه مدت جوش میخوردن و این مواد اولیه که هم تیتانیوم زیر سازگاری باید داشته باشه با بدن که بتونه سالیان سال تو بدن بیمار بمونه و اصلا نیاز به درآوردن دیگه نباشه. خب تولید انبوه شد، حالا میخوایم بفروشیم. میخواستیم بفروشیم، خب جراح همه با این برندهای اروپایی، برندهای خیلی تاپ برنده کار میکردن و با خیال راحت این محصول رو استفاده میکردن. اما وقتی گفتیم این تولید داخلیه، همه جراح‌ها با شک و شبهه به این محصول نگاه می‌کردن، نه اصلا هم چیزی نمی‌تونه تولید بشه توی ایران. حتی اینا شک داشتن که این جنس تیتانیوم باشه. حالا نوع تیتانیومش هم ما نمی‌تونستیم به این حتی بگیم، این شک داشتن، می‌گفتن نه اصلا نمی‌تونه این محصول اینطور باشه و ما واقعاً برای فروشش سختی کشیدیم تا به هر صورت دولت اومد به کمک ما و کمکمون کرد به این صورت که گفت محصولی که در ایران تولید میشه و تمام تستاشو داده و از نظر وزارت بهداشت اوکی هستش، تمام استانداردهای داخلی و خارجی هم داره، باید حتما تو به خصوص تو مراکز دولتی ما باید از این محصول استفاده بشه و محصول وارداتی نباید استفاده بشه. اینجا خیلی به ما این قضیه کمک کرد و الان خیلی جالبه شما میگم که ما محصولی تولید کردیم که با آناتومی ما ایرانی ها در واقع وف داده شده و این محصول الان داره تو مراکز کار می و جراح الان دیگه راغب هستن که حتما محصول باید ایرانی مثلا با این برند بشه دیگه، اون تاپ برند اروپایی رو رها کردن و الان فکر می کنم یه چیز حدود 1200 خورده اینو قطعه ما تا الان تولید کردیم در زمینه کاشتنی. یه جوری شد که من گفتم که مثلا کاش که میشد این پلاکی که تو فک بالا رو میذاریم، فک بالا رو میشکنیم و میاریم جلو، بهش میگن پلاک لوفور. این پلاک لوفور بین المللی سالهای سال ثابت بود، مثلا سه تا سوراخ بالا داشت، سه تا سوراخ پایین، کافی بود استخون یه جایی شل میشد، این قطعه فک شل میشد. میگفتم اگه دست من بود این پلاک بالایی رو دوبل میکردم. بعد با محمد گفتش که چیکارش میکنین آقای دکتر؟ گفتم دو. گفت یعنی چی؟ گفتن گفت میشه بعد از عمل رو نقشه رو برای من بکشین. خب ما کشیدیم و گذشت. بعد مثلا یه ما چه روز یه پلاکی بردم، گفتم این منظورته؟ گفتم اینا کجا بردی؟ گفتم اینو خودم درست کردم. تو کجا خودت درست کردی؟ حالا به شوخی گفتم چرا علکی میگی، چرا لاف میگی؟ گفت به حضرت عباس خودم درست کردم. نهایتاً پلاک تولید داخل وارد بازار شد.
این کاری که من شروع کردم در واقع استارتش از طرف بستگان خود و با بستگان شروع کردم و خیلی جالبه که الان تمام در واقع اقوام دور و نزدیک من همه دارن تحصیلاتشون رو بر اساس همین مجموعه دارن ادامه میدن و همشون هم فارغ التحصیل که میشن وارد این مجموعه میشن و الان حتی بچه های خود من که حالا آقای بوتن محمدی که دکترای مکاترونیک داره و این کارخونه رو داره اداره میکنه یا دخترم که ارشد مهندسی پزشکی داره کارخونه بعدی رو داره اداره میکنه بعد چون اینجا شیبش کم شده پیچه ها رو دیرتر خراب میکنه یعنی اون موقع هر یه دونه که میذاشتی دفعه دوم خراب میشد آره این پیچه رو اگر بخوایم با 100 تا پیچه هم بزنیم هی بزن در بیم اتفاقی براش نمیافته خب بابا فقط یک مطلبه که این پنج شنبه بعد این حداقل بعد 1000 تا برای نمونه بره واسه صادرات یعنی میره واسه آلمان یه 1000 تا ما بفرستیم تا ببینیم فیدبک چیه بعد چیز بکنیم ان شاء الله با امید خدا فقط سریع کنم بعد اینو تو دستگاه من میتونم ببینم که الان تو چه مرحله یه تیتر هاشون اول میتونم الان ببینم یه خب خیلی خوب شده نوکش هم فکر کنم حلزونی شد درسته اون مشکلی که نوکش داشت اونو برطرف کردم رو استخون ساق گاو تست کردیم تا به این نوک رسیدیم الان دیگه از لحاظ سرفیری که کاملا اوکیه یعنی با یه فشار کوچیک راحت داخل بون میشه داخل ما برای اینکه بتونیم یک محصول های تک رو تولید بکنیم و بتونیم تمام استانداردهاشو در داخل و خارج بگیریم نیاز به فردی داشتیم که آشنایی کامل داشته باشه با آناتومی بدن و با در واقع این نوع محصولات که تو بدن چه حرکتایی باید انجام بشه باهاش و این فرد رو به اسم آقای دکتر کوثر 5 سال پیش باهاش آشنا شدیم و این آقای دکتر کوثر لینک شد با جراحانی که مرتبط با این محصولات بودن جراحان فک و صورت، جراحان مغز اعصاب خدمت شما جراحان پلاستیک و جراحانی که برسید مرتبط با محصولاتی هستن که ما تولیشه و اینها رو اطلاعات اینها رو دریافتی های اینها رو همه رو مدیریت کردن و به تشکیلات کارخونه منتقل کردن که این محصول خیلی علمی تولید شد من پزشک عمومی هستم که از سال 1380 وارد حوزه تجهیزات پزشکی شدم. ورودم هم به این صورت بود که وارد یه شرکت وارد کننده تجهیزات پزشکی شدم که محصولات خیلی بروز و های تکی رو وارد میکرد از یکی از بهترین کمپانیای روز دنیا. و همین باعث شد که خیلی آموزش ببینم در رابطه با برخی از محصولات فیلد حوزه تجهیزات پزشکی. و سیاست اصلا اون شرکت مادر تولید کننده بر اساس آموزش محصولاتش بود و آموزش محصولات رقیب و این باعث شد که من طیف خیلی زیادی از محصولات رو باهاشون آشنا بشم از تمام ویژگی‌هاش، ویژگی‌های رقابتیش، ویژگی‌هایی که شما باید با پزشک متخصصت بحث و بررسی بکنی، ضعف‌هاشون به خاطر اینکه این شرکت‌ها خیلی تاکید می‌کردن رو نقاط قوت و رو نقاط ضعف محصولات در حقیقت رقیبشون و این باعث میشد که آموزش‌های خیلی کاملی رو روی این زمینه ارائه بدن و چون من طیف به نسبت وسیع از محصولات رو به خصوص در فیلد نورولوژی و اسپاین کار میکردم آموزش ببینم خب مهندس طراحی که جای تیغدارمون به کجا رسید؟ یکی اون مشکلی که شما بیان کردید روش من روش کار کردم میخوام فکر کردم بعد اینکه یه چند تا طرح دادم ایده که بخوام هم استکان اون باز شدن تیغه رو روش بررسی کردم که با یه روش دیگه یعنی فشار در واقع آوردیم رو قسمت آچار بعد آچار به راحتی پیدا میکنه اینو بله یه روش جدیدی روش پیاده کردم که اول این تیغ داخل آچار میره که خیلی راحته یا جاگذاری خیلی ساده است بعد با یه هولدر یه پیچی از پشت بسته میشه و کاملا فیت میشه الان یعنی ما این کیجو که کار میذاریم ببین الان گردنه دقیقا مثل همین حالت ما الان کیجو میذاریم اینجا این آچار که میره تو استاپ که میکنه دیگه لبه کیج هم سطح با بیرونه چیزی بیرون زده 2 میلیمترش خود آچاره 1 میلیمتر از اون 2 میلیمتر داخل تر اون بحث باز شدن تیغه که گفتم
تیغه بین قراره بره تو ان پلیت بالا و ان پلیت پایین، بعضی موقع ها نیرو سخت باز میشه و جراح ها از این حالت ناراضی ان. اونو چه فکری به حالش کردی؟ در مورد تیز کردنش هم چند تا سوال داشتم ازتون. اول اینکه این تیز کردن این صرفا باید طوری باشه که به گوشت هم آسیب بزنه مسئله ای نداره، اینا صرفا باید فقط یه استخون رو باز بکنه. سوال جالبی پرسیدی، من تا حدودی میدونم ولی اجازه بده با یکی دو تا از جراح و متخصصا اینو صحبت کنم دقیقش رو بهت بگم. قطعا یکی از مهمترین ایمپلنت هایی که در داخل بدن کار گذاشته میشه ایمپلنت های ستون فقرات و به خصوص پیچ ستون فقرات. حالا این پیچ چه کار میکنه؟ شما موقعی که تصادف میکنید و خدای نکرده کمرتون دچار شکستگی میشه، یکی از محتمل ترین مشکلاتی که ممکن براتون پیش بیاد در حقیقت قطع نخاعه، حالا یا به صورت کامل یا به صورت جزئی. شما جراح مجبوره که با وسیله این ستون فقرات شما رو ثابت نگه داره و مانع از این مشکل بشود. و خب شما ستون فقرات خیلی ساختار پیچیده‌ای دارد، نیروهایی که بهش وارد میشه بسیار نیروهای پیچیده‌ای هستن. حالا چه شما در فلکشن، اکستنشن، روتیشن میچرخه بدنتون به بالا و به پایین خم میشه و قرار شما محصولی رو به کار ببری که بتونه این نیروها رو مدت‌ها تحمل بکنه تا خود بدن بتونه جوش بخوره. یعنی نهایتش اینه که باز حتی هیچ ایمپلنتی تو دنیا پیدا نمیشه که بدون این جوش خوردن خود استخون بتونه وزن بدن و این نیروها و این حرکات رو تحمل بکنه. این یکی از نکات مهمیه که شما اون وقت متوجه میشید که این پیچ به ظاهر ساده چقدر مهمه، چون تمام وزن بدن بیمار رو باید تحمل کنه و مانع از فرو افتادن این مهرهای بالا و پایین روی اون مهره شکسته بشن. کارهای مختلفی میتونی بکنی، میتونی 3-4 مدل پیچ بسازی که این باز خودش مشکلات خودش رو داره، چون جراح سر عمل نمیتونه 1000 مدل پیچ داشته باشه که بگه الان اینو به من بده یا الان اونو به من بده. اینکه پیچی داشته باشه که بیشترین جامعه هدف رو برای بیمارها در حقیقت بیشترین کارهایی رو داشته باشه و در این حال کاربریش برای جراح هم راحت باشد. یعنی شما باید هم محصولی داشته باشی که عملکرد بالا در بدن بیمار داشته باشه، ظرافت بالا داشته باشه، در این حال کاربریش برای جراح راحت و آسان باشد. مجموعه تمام این عوامل خیلی خصوصیات رو باعث میشه که ما در پیچمون در نظر گرفتیم. از ویژگی های این پیچ ما، شما بافت استخونی، ما دو نوع بافت استخونی داریم، یه بافت استخونی متراکم داریم و یک بافت استخونی اسفنجی داریم. در حقیقت من یک جورای توضیح بدم راحت تر باشه، مثل این میمونه که شما چوب داشته باشی و آهن. شما در اگر دقت کرده باشی پیچی که برای چوب به کار برده میشه رزوش با پیچی که برای آهن به کار برده میشه متفاوت است. معمولا پیچایی که برای اجسام سخت به کار برده میشن رزوه های به هم نزدیکتری دارند و پیچایی که برای اجسام نرم مثل چوب یا پلاستیک به کار برده میشه رزوه ها فاصله شون از هم بیشتره، گام های پیچ بیشتره. حالا ما استخون مهره در حقیقت یه خاصیت که داره اینه که در زاویه‌ای که پیچ کار گذاشته میشه قسمتیش متراکمه و قسمتیش بافت اسفنجی داره و برای این که شما بهترین گیر رو ایجاد بکنی که هم مانع بشی از شل شدن، از در اومدن پیچ، چون نیروهای خیلی زیادی روی این پیچ هست، ما اومدیم در حقیقت این طراحی رو انجام دادیم که یک قسمتی از پیچمون در بافت اسفنجی فرو میره و یک قسمتی رو که در بافت متراکم فرو میره این رزوه در رزوه تراشیده میشه که همگام باشن. در نهایت ایجاد این ویژگی در پیچ ستون فقرات خودش یه تکنولوژی خیلی بالایی میخواد که ما بالاخره بعد از مدت‌ها سعی و تلاش به اون رسیدیم و اعتقاد داریم با توجه به جوابی که گرفتیم به خوبی و به نحو احسن اینو اجرا کردیم. محصولی که ما داریم الان تولید میکنیم، خب این محصول با ماشینات خاصی تولید میشه. این نیست که شما فکر کنین با دست و با یک ماشین خیلی معمولی داره تولید میشه. همین ماشینی که داره در سوئیس این محصول رو تولید میکنه، همون ماشین توی ایران داره کار میکنه. مواد اولیه‌ای که ما به کار میبریم، ما نمیتونیم مواد اولیه در واقع چیزی باشه که استاندارد جهانی نداشته باشه. باید حتما مواد اولیه تاییدیه وزارت بهداشت رو داشته باشه و تو پرونده ما این ثبت شده. اون حتی اون برند، اون کمپانی که ما ازش اینو می‌خریم ثبت شده.
آفست این قطعه جدید رو چند سوار کنم؟ مرکز مختصاتشو میگیری تو؟ از وای و وای منهای 102 تا میای پایین، توی ایکس 108 تا میای به سمت چپ، توی مختصات جی 54 صفر میکنی. برنامه‌ت هم که آماده است، طبق برنامه استارت میکنی. با توجه به اینکه این محصول در طول این 12 سالی که داره تولید میشه هنوز ما یک دونه شکایت نداشتیم، شاید محصولاتی بوده که به صورت فیک وارد ایران شده و بیمار دچار مشکل شده، عفونت شده و خیلی مسائل دیگه و شکایت شده و حالا به پزشک قانونی و اداره کل تجهیزات از این پرونده ها زیاده، ولی هنوز یکی از محصولات، یک نوع، یک عدد از محصولات ما شکایت نشده. این برای ما خیلی مهمه و برای ما خیلی ارزشمنده. برای رسیدن به اون محصول نهایی با کیفیت، با اون طراحی و ساختی که مد نظر خودمون بود، ما نیاز به یه سری وسایل و قطعاتی در خط تولید داشتیم که با توجه به تحریم ها و بعضی مواقع بسیار گران قیمت بودن و زمان بر بودن رسیدن اونا، ما مجبور شدیم که یه سری نوآوری هایی رو در خط تولیدمون به کار ببریم تا بتونیم این کمبودها رو برطرف بکنیم و به اون محصول مطلوبمون برسیم. در مسیر تحقیق و پژوهش و ساخت این ایمپلنت ها با همکاری اساتید و جراحان برجسته و متبحر داخلی خودمون، چندین ثبت اختراع صورت گرفته که در حال حاضر داره استفاده میشه. من مثل هر پزشک دیگه ای اولین وظیفم کمک به بیماره. در حقیقت در این فیلد هم دارم این کار رو انجام میدم، با در اختیار قرار دادن بهترین محصولی که ممکن هست در اختیار بیمارا. و الان واقعا افتخار میکنم که این فناوری رو ما بهش دسترسی پیدا کردیم و میتونیم در اختیار بیمارامون و جامعه پزشکی داریم. باور رو دارم که آنچه که در همه دنیا می شود در کشور ما امکان پذیر، و این رو نه به واسطه ایه که تمام ایران رو گشتم میگم، به واسطه ایه که تمام دنیا رو گشتم. خیلی ارگان ها، خیلی در واقع سازمان ها خواستن به ما کمک بکنن در این زمینه. خب بعضی ها واقعا تونستن کمک کردن، بعضی ها واقعا نتونستن، بلکه محدودیت هایی داشتن نتونستن کمک بکنن. از جمله معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، خب خیلی اونها کمک کردن، یا پارک همین پارک علمی فناوری که من توش هستیم خیلی به ما کمک کردن در این زمینه، و ما تونستیم خیلی حرکت های بزرگتری رو انجام بدیم. بفرمایید. سلام استاد. ارادت احوال شما، یا احوال شما چطوره؟ شما خوبی بار بردون؟ سلامتیم، مشتاق دیدار استاد. 4-5 سال کجا بود؟ استاد دیگه همش تو فعالیت. چهار اقل بزرگم. سلامتی استاد شما، اینشاده که ما زیاد مزاحمتون نشیم، وقتتون هم نگیریم. اوضاعتون خوبه؟ طوری عالی، همه چی عالی، خدا رو شکر. الهی صد زامت باشه. الحمدلله. خوش شما. از کنم آقای ما، اگه شما خاطرتون باشه، ما یه سبت اختراعی با شما داشتیم در زمینه که حالا محبت شما بود و اون ایده های شما بود که ما پیاده کردیم، در زمینه در واقع اکارتور نور صد یک بار مصرف، که چقدر شما تو این قضیه میگفتین چرا گرونه و اینا، و
و باید بندازیم بیرون و چیزی درست کنیم که بندازیم بیرون و این حرکت رو ما کردیم. سه تا سایز داشتیم؟ بله سه سایز داشتیم. سه سایز داشتیم. بله اگه اشتباه نکنم این همشه خیلی این همشه خوش رنگه. بله این رو داشته باشم؟ خیلی خیلی این برای هم گفتیم هم برای جراحی صورت هم کوچیکش رو برای لارنگوسکوپی کار جالبی بود. حالا انشالله که از کارهای بعدی شده باز در خدمت شما باشیم. پزشکا سود ببرن انشالله. خبر خوبی هم میخواستم خدمت شما بدم. پروژه جدیدمون رو آغاز کردیم، تحصیلاتمون رو گرفتیم از صندوق نوآوری و کارخونه جدیدم زدیم. فکر میکنم تا یک سال آینده ما قابل جذب رو پلاک های قابل جذب که شما خیلی مصرف دارین بخصوص تو جمجمه کودکان من دیدم خیلی استفاده میکنیم و ما اینو ایشالا با تمام مجوزهاش به شما تقدیم میکنیم. پس ما این تاریخ رو ثبت میکنیم در تقویم اون یک سال. دقیقا حالا یک سال و یه ماه هم شد داری نیست. نه دقیقا یک سال دیگه ما انشالله از کشورهای اروپایی از بابت پلاک های قابل جذب انشالله راحت بشیم. نه اینکه وارد نشه، همه چی باید باشه، ولی انشالله شما تولیدی رو درست کنید که قابل رقابت نه تنها با کشورهای اروپایی بلکه با تمام دنیا باشه و قطع یقین در شرایط مشابه قطع یقین ما تولید داخل رو انتخاب میکنیم. ما رفته بودیم یکی از کارخونه‌های آلمانی رو بازدید بکنیم با پسرم و اینها زمانی که صحبت میکردیم و تبادل اطلاعات میکردیم که حتی ما خیلی دوست داشتیم اطلاعات از اینا بگیریم، ولی خب به طبع اینا هم حتما از ما یه اطلاعاتی میخواستن که مثلا ما این کار هستیم یا نه. و وقتی ما صحبت میکردیم خیلی از موضع بالا با ما صحبت میکردن، خیلی ما رو کوچیک میدیدن که شما اصلا نمیتونین وارد این حیطه، یعنی دیدگاهشون این بود که شما نمیتونین وارد این حوزه کاری بشین با توجه که این کار خیلی های تکه. و من وقتی از کارخونه با پسرم اومدم بیرون، پسرم خیلی جالبه به من برگشت گفتش که بابا این بازدیدی که ما از کارخونه اینا داشتیم، البته خیلی چیزاشون رو به ما نشون ندادن، ولی ما میتونیم از اینها هم حتی بهتر تولید بکنیم، هیچ مشکلی نداریم و بریم برای تولید. امروز که ما اینجا هستیم و تونستیم تمام این محصولات رو در ایران تولید بکنیم و من افتخار دارم بگم که علاوه بر تولید کردن این محصولات و کاور کردن کل کشور، محصولات رو الان داریم صادر میکنیم به همون کشورهای اروپایی و خیلی دوست دارم که الان به همون مدیر عامل اون کارخونه ای که ما رفتیم و اونطور به ما نگاه کردن و گفتن شما نمیتونین، کار شما نیست، بگم که ما تونستیم انجام دادیم و به زبان خودشون حتی بگم که وی کنته.